همراه میشی با همکارم بابک اسحاقی از اورشلیم. بابک، بیشتر از این واحد تازه در سوریه برامون بگو. هدف از ایجاد واحدی که به نام همانطوری که گفتی پرونده جولان معروف است توسط حزب الله لبنان در درجه اول ایجاد یک نوع جبهه دیگر در جنوب سوریه و علیه اسرائیل هست، یک چیزی مانند همان سازمان حزب الله لبنان و افرادی که در جنوب لبنان داره و خطر بزرگی برای اسرائیل هستش، همون چون چیزی را میخواهند که در سوریه هم به وجود بیارن و در حقیقت در شمال اسرائیل را، سراسر شمال اسرائیل را به یک جبهه واحدی در مقابل اسرائیل تبدیل کنن. باید گفت که در اسرائیل گفته میشه که این خط قرمز اسرائیل هستش و مقامات امنیتی و سیاسی اسرائیل گفتن که دو چیز هستش که امکان نخواهند داد که در سوریه اتفاق بیفته: یک، استقرار جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شمالی کشور از طریق حزب الله لبنان و همین مانند پرونده جولان هستش، و دیگری انتقال اسلحه از جمهوری اسلامی ایران به سوریه و از اونجا به حزب الله لبنان و دیگر امنیتی هایی که برای جمهوری اسلامی ایران کار میکنن. حال رئیس پرونده لبنان علی موسی داغوغ از اعضای ارشد شبه نظامیان وابسته به حزب الله هستش. در سال 2017 به دلیل روبودن و اعدام سربازان آمریکایی در زندان بود. در سال 2012 به دلیل فشارهای مقامات ارشد حزب الله، دولت عراق مجبور شد که او را آزاد بکنه. رسانه‌های عربستان سعودی یک هفته پیش گزارش دادن که یگان پرونده جولان که برای حزب الله در جنوب سوریه کار میکنه اخیراً در پایگاه الزمیر در شمال شرق دمشق شروع به آموزش نظامی برای افراد خودش کرده تا برای حمله به نیروهای آمریکایی و همچنین اسرائیلی‌ها آماده بشه، و این همان چیزی هستش که گفته شده که دوشنبه گذشته جنگنده‌های اسرائیل این مقر را مورد حمله قرار دادن. گفته شده که افراد حزب الله هم در هنگام حمله در اونجا بودند. ممنونم از تو بابک اسحاقی، ما را همراهی کردی.